فقط مستثنا کردیم که اونم زن می دارم فرمی که انتشارات کارکردهای افاف در رو خانواده این باید سستخش کار شده. چند گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتای ادب ایران. همیشه شاد و همیشه خوش باشید. سید حسین موسوی جنوبی هستم، بچه بوشهر، استان بوشهر، شهر سعدآباد. تاریخ تولد من 22 بهمن 1335. از کنم مدتی نیرو دریایی بودم یه زمان جنگ تا سال 64. حالا جست و گریخته پریدم، خیلی اومدم جلو. 64 که بازنشسته شدم اومدم تهران به خاطر مداوای فرزندم. همینجا دیگه موندگار شدیم و چون علاقه خاصی به این لوازم صوتی و فیلم و دوربین و علاقه داشتیم به صدا ضبط کردن، ضبط صدا، پخش صدا، خب تعمیرگاه گذاشتیم. شاگردی نکردم، خودم همینطور تجربی کار کردم. حدود الان 65 سالمه. از 14 سالگی من آچار دستم بوده، آچار، پیچگوشتی، ابزار، هویه، جوشکاری، همه چیز بوده. یعنی من زمان قدیم سال 49 تا 50 من گواهی از هنرستان دارم، گواهی صنعتی، برق، جوشکاری، مکانیک موتور، نجاری. از سال 49 تا 50 6 ماه به صورت فشرده من دوره دیدم. هیچ ربطی به این رادیوسازی نداشت، کار من برق بود، برق یاد گرفتم، جوشکاری، ربطی به رادیوسازی و این ابزاری که شما الان میبینید بعداً کم به کم خودم خریدم، خودم تعمیر کردم، خودم شروع کردم به بازسازی و خرید و فروش. رادیو الان که میبینی این شکلی، اینا این شکلی نبودن، بعدا تکامل یافت. اوایلش لامپاشون همه چارپایه، سپایه، چارپایه، پنج پایه، بعد یواش یواش
تکنولوژی رفت بالا، شدن نه پایه، مثلا به این شکل اینا الان نه پایه هستن. بعد تلویزیون اومد، تاسیس رادیو در ایران 19 اردیبهشت، یعنی 4 اردیبهشت 1319، 4 اردیبهشت 1319 تولد رادیو در ایرانه، که گاهی میان از طرف سازمان ها میان اینجور گزارش تهیه میکنن، یادی میکنن از هنرمنده قدیمی، دوبلاژ ها، اونایی که تو کار صدا برداری بودن، راه شب، قصه های قدیمی، همه از رادیو بوده، چون چیزی غیر از کتابخونی نبود اون موقع. زمانی که رادیو اومد تو خونه ها دیگه یواش یواش مردم به تکنولوژی جدیدتری پی بردن. منم خود علاقه داشتم اینا رو تعمیر میکنم، بازسازی میکنم، خراباشو میخرم، فرسوده هستن، همه رو بازسازی میکنم، نجاریشو کسی دیگه انجام میده، رنگکاریشو کسی دیگه انجام میده. در اصل میشه گفت این رادیو شغل مادره، به هر چی شما فکر میکنی داخل این کار رفته، پلاستیک، چوب، پشم شیشه، آهن، فولاد، مس، آلومینیوم، همه چی توی این رادیو به کار رفته. به اینا میگن صنعت مادر. حتی پینه دوزی، حتی دور اینا، بعضی از این گراموفونا و دورشون دور دوزی میشه به صورت سوزن و نخو اینا، همین مدل های مختلف اومده تو ایران بی‌نهایت. گرام، گراموفون، رادیو قدیمی، ضبط صوتی قدیمی، لامپی، بعد دیگه یواش یواش تا دهه 75 79 80 دیگه همه رادیو لامپی کلا کشیدن کنار دیگه، الان مقرون به صرف نیست، یکی به خاطر انرژی مصرف برق و استهلاك دارن، لامپاشون گرونه، نمیصرفه دیگه، اصلا کلا کارخونه ها تعطیل کردن. الان از اینکه 50 سال دیگه هیچ رادیو لامپی اختراع نمیشه یا هیچ تلویزیون لامپی تولید نمیشه، کلا ترانزیستوری شد. ترانزیستور الانم که دیگه یه سری شده دیجیتال، فلش میخورن، نمیدونم سی دی میخورن، از این چیزای جدید اومده دیگه. ولی ما که ماگان به همین دستگاهای قدیمی اینا رو زنده میکنیم، برمیگردونیم به خونه ها، خوشحالم هستیم، یه سری خاطره دارن از خانواده، از پدر، مادر، پدر بزرگ، مردم خوش رو میدن، رو برمیگردن تو خونه هاشون. خیلی ها پیشنهاد میکنن آقا اینو برای ما دست روش بکش، ترتمیزش بکن، اگه صداش هم در نیاد مهم نیست، برای ما اون یه جعبه چارگوشه که خاطره داره برامون، دوست داریم همیشه یه جعبه چارگوش تو گوشه خونمون باشه، از قدیم، از یادگاه، یاد از پدر بزرگ، مادر بزرگ، اینا خاطراتشون زنده میشه. ده سنم بود گرام داشتیم، پس برادرم گرام داشت، نفهمیدیم این چیه داره صدا میده، همین کنجکاو بودیم که این دیسکت، من نشونه دادم نمونه هاشون اینجا دارم، آره نفهمیدیم خدایا این چیه داره صدا توش در میاد، اون نمیدونستیم، کنجکاو بودیم این آدماش کجاست، همین تو میذاشتیم روی گرام مینیشیم، چند باتی میذاریم دور دستگاه مینیشیم، 4-5 نفری ندیده بودیم، مثلا این خراب که میشد دیگه سعی میکردیم هر طور شده اینو ببریم اینجا تعمیرش کنیم به بخونه دوباره، یا سوزنش میشکست یا باتریش میسوخت، بالاخره دیگه تو خون ما بود، علاقمند شدیم به این شغل، از بچگی علاقمند شدم به برق، علاقمند شدم، دوست داشتم، مثلا اون موقع که همه جا چراغ نفتی بود من خونمون رو برق‌کشی کردم، خودم با دینامو با دست میچرخوندم، دینامو با دست میچرخوندم که این لامپ رو روشن بشه، علاقه داشتم که این نور ببینم تو خونه، همین علاقه شد که اومدیم به طرف برق و صدا و صدا برداری و صدا گذاری و فیلم برداری و الان دیگه الحمدلله همه رو فرا گرفتیم. یعنی الان سخت‌ترین رادیو که اروپایی ها ساختن یا امریکایی ها یا هر کشوری دیگه بیاد تو این کارگاه و تعمیر میشه، تعمیر نشه نداریم. میگن پدر رادیو ایران دوستان محبت دارن بابا، چون دیگه بیشتر فوت کردن، تعمیرکاری قدیمی فوت کردن، میشه گفت من جز آخرین نسلم، بیشترشون فوت کردن، شاید چندین تعمیرگاه
ما خریدیم وقتی اینا فوت کردن، باز ماندگارشون آوردن به سالارشون اینجور لامپاشون، حتی اومتراشون هم لابله همین کارگاهشون میومد، من میگرفتم بازم همیشه میبنم خدا بیامرز اونا زحمت کشیدم رفتن جمع آوری کردم. چو شیدای چو شد مسکین عراقی، نگویی کاخر شیدا کجا، چو شیدای تو شد مسکین عراقی، نگویی کاخر شیدا کجایی. خیلی چیزا ما دیدیم، پنج نفتی دیدیم، رادیو نفتی دیدیم، تو این کارگاه روشن کردیم که خودمون علاقه داشتیم ببینیم چجوری با نفت کار میکنه، چجوری این پنکه داره با نفت کار میکنه یا اون رادیو داره با چراغ، اینا رو لمس کردیم، های علاقمند شدیم، های شیفته شدیم که هر طور شده اینا رو تعمیر کنیم. کشور ما هم کشور ثروتمندی بوده، یعنی جز بهترین کشورها بوده، تمام کالاهای مرغوب اون موقع مان قدیم تو ایران هست، پولدار بودن می آوردن، رادیوگرامی قدیم آنتیک، همه قدیمی، همه بالای 60 سال 50 سال 70 سال با کیفیت وارد میکردن، علاقمند داشتن به موسیقی ایرانی، گرام گرامافون، سینما، حتی تو کار آپارات هم هستیم، تعمیر میکنیم فیلم های قدیمی، صداهای قدیمی، مخصوصا برنامه موسیقی اصیل سنتی، گلهای رنگارنگ، جاویدان، برگ سبز، شاخ گل، گلهای سرائی، گلهای تازه، اینا رو همه رو ما داریم، اصلا کلا آرشیو اینا رو داریم. نقش رادیو توی انقلاب دفاع مقدس خیلی کولاک میکرد، میگذاشتن آهنگای حماسی پخش میکردن مردم هم. خب خیلی موسیقی اصلا هیجان آوره، یه بلا یه جا میبینی یه کودک با موسیقی خواب میره، ولی یه وقت میبینی یه رزمنده با موسیقی شارژ میشه، اصلا خوشش میاد که بره بجنگه، هر جایی نقطه خاص خودش داره موسیقی. موسیقی نمیشه گفت حرامه، من نمیدونم، حالا بعضی از علما میگن موسیقی حرام، هر چیزی به نوع خودش به وقت خودش نیکوست. اگه بخواید قبل انقلاب و بعد انقلاب مقایسه کنید، قبل از انقلاب میگم که ببین زمانی که انقلاب شد رادیو تکامل یافته بود، فیلم رنگی بود، سینما رنگی بود، تلویزیون رنگی تو خونه بود، بود قبل از دهه 30، حالا 1319 که مثلا تازه رادیو اومده بود تو ایران خیلی خوب بود اون موقع. حالا درسته روزایی که ابری بود، مه بود، بارندگی بود، گیرایی نداشتن، دوربین آنتناشون رو میبردن بالا پشت بون، تلویزیون نمیگرفت، رادیو نمیگرفت، گفتن آقا ابریه فلان. ولی الان دیگه دیجیتال شده، الان شما دیگه یه رادیو میخوای روشن کنی دیگه آنتن اونچنان نمیخواد، با نیمت آنتن همه ماباره است فرستنده ها. الان فرستنده های اف ام تو ایران کولاک میکنه بدون پارازیت، یعنی لامپ کم مصرف روی رادیو اثر میذاره، مخصوصا رو موج ام دبلیو یا موج متوسط یا AM، اما تنها موجی که حریفش نمیشه اف ام، موج اف ام فوق العاده است، کیفیت دیجیتال عالی، استریو پخش میکنه، همین رادیو قدیمی میگیرن اکثرشون اف ام دارن. موسا فنا نکنید، برای من میگم که خیالش هم نکنید، فکر کنید که از اون فرمایش اومدی که من کف را فکر و فیلم آسی درد کنه. بچه های من نمیان بشینن این شغل یاد بگیرن، مثلا یکیش رفته آلمان مهندس کامپیوتر، میگه بابا من باید برم جلوتر از اینو، یکیش هم که ایران گاگای میاد میشینه، ولی این یه ذاتیه، ببین هر شغلی ذاتیه، بعد تو خون این باشه، این دستگاه نگاه کن یه دونه نیست، یعنی یه مدل نیست که باید بگم خب همین رادیو یه مدله، آقا شاید بگم هزاران مدل هست، هیچ کدوم هم مثل هم نیستن، هر کدوم طراحی خاص خودشو داره، مثل گوشی موبایل
الان گوشی موبایل دست هر جوونی یه آرم خاصی هست، یه مارک خاصی هست، یه چیزی نیست که بچه من اینو یاد بگیره بگم آقا جون این خط تولیدش این بوده، شما روزانه بیاد این کارا رو بکن. امریکایی میاد، انگلیسی میاد، ایتالیایی میاد، فرانسوی میاد، زمین تا آسمون با هم دیگه فرق دارن، قطعاتشون، تکنولوژیشون، ساختشون، لامپاش، همه چیش. این که بخواد این شغل یاد بگیری باید خیلی حرفه‌ای باشه و خیلی زحمت بکشه بشینه. من الان 40 ساله دارم این کار تو تهران، یعنی حدود 30 سال تو تهرانم، 10 سال قبلش هم تو بوشهرم تعمیرگاه داشتم ولی سیر نشدم هنوز. هنوز علاقه مندم که اینا رو هی بیشتر یاد بگیرم، هر روز بروزم واسه یه کار جدید میبینم، انتها ندارن اینا، اینا هیچ کدوم انتها نداره، هی روز بروز میاد. همین دستگاهی که میبینی یه زمانی نمیدونم دوربین روش هست یا نه، این دستگاه پول یه خونه بود تو تهران، همین دستگاه، این ضبط صوت ناگرا اسمشه، بهترین دستگاه صدا برداری بوده در عصر خودش، تمام آهنگای قدیمی از برگ سبزا، گلهای جاویدان، گل همه با این ضبط صوت ناگرا پر شده. اینا مال سازمان بود، سازمان صدا سیما، هیچ کس هم شخصی اینو نداشت، یعنی اینا شماره اموال دولت بودن، شماره تنه داشتن، شماره بدنه داشتن، هر خبرنگاری که می اومد تو سازمان یه دونه از اینا با تجهیزاتش، حالا تنها خودش که نبود، میکروفون داشت، باتری شارژیش بود، آداپتورش بود، همه چی تحویل میگرفت. بعد موقعی که بازخرید میشد یا بازنشست میشد یا پیر میشد بعد اینو تحویل میداد به انبار، انبار مرکزی. الان که میبینیم ما اینا رو داریم، اینا دیگه تو مزایده فروش رفتن، این دیگه سیستم از آنالوگ اومده بیرون، همه شده دیجیتال، دیگه سازمان به این ضبط صوت دیگه نیاز نداره. پیشرفته‌ترش همین دیجیتالیاست که الان تو بازارن. بعضیشون خیلی گرون بودن، ضبط صوت رادیوگرامی بودن، مثل اینا مثلا میشد پول یه خونه بخریدن، عصر خودش پول یه خونه بود، پول یه ماشین بودن، ارزون نبودن. همین دستگاه خیلی گرون قیمتن. اینا همه جنس جنسه آنتیک هن، اونه که فیلم گرفتیم بالا اونا جنسه آنتیک بوده که همه رعیت نمیتونست اونا رو بخره، پولدارا میخریدن، الانش هم نمیتونن بخرن، الانش هم گرونن، 40 میلیون، 30 میلیون، 50 میلیون خرید و فروش میشن بعضی از این دستگاه که نسبت به سکه است. در نظر بگیری یه دار رادیوگرامی که 50 میلیون پول 5 تا سکه است. 5 تا سکه زمان قدیم چقدر بود؟ شاید 5 تا 2000 تومان بود، 10000 تومان بود، یا شاید هم کمتر. پس بنابراین هر چیزی به نرخ خودش گرون شده. درآمد رادیو خوبه، ما میخریم، میفروشیم، تعمیر میکنیم، خدا رو شکر. اونه که تا کنون گرام اتومبیل ندیدن، یه دونه الان من به شما نشان میدم، یه موزیک هم میذارم روش که یه خاطره زنده بشه. اینا همینطوری دستگاه تو اتومبیل نصب بود، پدرم دارم پدرش هم زیرشه میدرزه، بازم میخونم. میخونه اینا دو رو هم آخر صفحه هم خودش میندازه بیرون دستگاه، یعنی آف میکنه.